دوست گرامی، امروز پنجشنبه 8 جولای 2021 میلادی است و عنوان سخنم رویای آسمانی. خیلی ها رویا دارند، ویژن، رویاهای گوناگون. رویا یک نفر اینه که پزشک بشه، دیگری مهندس، یک نفر نوازنده، دیگری خواننده، یک نفر نقاش، دیگری رویا دارد با پسر یا دختری ازدواج کنه، صاحب فرزندان شود و بعد نوه ها و زندگی آرامی را سپری کنه. یک نفر رویا داره رئیس جمهور بشه، نخست وزیر بشه، معلم، استاد دانشگاه یا فرمانده ارتش. رویای تو چیست؟ برخی هم 30-40 سال است رویا دارن ولی هیچ وقت به آن نمیرسن، چون رویای اونها توهمی بیش نیست. شما نمیتوانید رویایی داشته باشید و برای رسیدن به آن هیچ کاری نکنید. هرقدر رویا و رویای شما بزرگتر باشه، هزینه‌ای که برای رسیدن به اون رویا باید پرداخت کنید بیشتر میشه. اگر رویای شما اینه که گروهبان یا سرکل استوار بشوید، رسیدن به اون بس راحت تر است تا اینکه بخواهید و رویا داشته باشید که ژنرال 4 ستاره بشید. معلم شدن آسان تر است از استاد دانشگاه شدن. دکتر جراح شدن، دکتر جراح مغز و قلب، خیلی کار داره. بعضی‌ها زندگی می‌کنن بدون رویا، هدف خاصی ندارن، صرفاً دارن زندگی می‌کنن، هر چه پیش آید خوش آید، این یا آن برای اونها فرقی نداره. در امثال باب 29:18 سلیمان حکیم چنین میگوید: آنجا که رویا نباشد مردم افسار گسیخته میشوند. رویا میتواند رویای بد باشه و حتی رویای شریرانه. اگر کسی رویا داره که اسلحه را ایجاد بکنه که با اون خیلی ها را از بین ببره، این رویای بسیار شریرانه ای است. رویا میتونه رویای باطل باشه. حزقیال نبی در باب 13:13:7 چنین میگوید: آیا رویاهای باطل ندیده بودند؟ در مورد یک سری انبیا صحبت میکنه. آیا رویاهای باطل ندیده بودید و غیبگویی‌های دروغین بر زبان نمیراندید؟ آنگاه که میگفتید خداوند میفرماید، حال آنکه من سخن نگفته بودم. بعضیا میگن خداوند میفرماید ولی دروغ میگن، خداوند نمیفرماید، از فکر خودشونه و ممکنه حتی از شریر باشه. رویای باطل رویای دروغینه، سرابی بیش نیست، چشمه یا رودخانه نیست، فقط تصور چشمه، رودخانه یا دریاست. خیلی ها در بیابان سراب میبینن ولی از تشنگی هلاک میشن، چون اون سرابی که میبینن واقعیت نداره. دوست عزیز، داشتن رویای خوب خوبه. اینکه کسی بخواد پزشک بشه که توسط علم طبابت پزشکی خیلی ها را مداوا بکنه، رویای خوبیه. و چقدر خوبه آدم سالها زحمت بکشه پزشک بشه و مردم رو خدمت بکنه. معلم شدن، استاد دانشگاه شدن، به شاگردان درسای خوبی دادن عالیه، ولی بزرگترین رویا رویایی است که ما از خداوند دریافت میکنیم. این رویا از خودمون بزرگتره. این رویا را ما به خودمون نمیدیم، خدا به ایماندار و به پیرو عیسی مسیح میده. این رویا از خودمون همینطوری که گفتم بزرگتره و پولس رسول در مورد این رویا میگه رویای آسمانی. در اعمال باب 26:19 پولس رسول داره شهادتشو در حضور اگریپاس پادشاه میده و چنین میگه به پادشاهی که در اونجا بود و در محضر او داشت از خودش دفاع میکرد: پس در آن وقت ای اگریپاس پادشاه، از رویای آسمانی سرپیچی نکردم. رویایی که به من داده بود خدا، ازش سرپیچی نکردم. این رویا که پولس رسول دریافت کرده بود، از چه کسی دریافت کرده؟ از منجی و خداوندمون عیسی مسیح. رویایی که عیسی مسیح به پولس رسول داده بود چه بود؟ میبینیم که در اعمال با 26
آیات 15 و تا 18 در مورد اون صحبت میکنه. در زمانی که ضد کلیسا بود میرفت به دمشق پیروان عیسی مسیح رو دستگیر کنه و ناگهان نوری درخشید، از اسبش پایین افتاد و بعد چی شد؟ خداوند باهاش صحبت کرد و پولس میگه پرسیدم خداوندا تو کیستی؟ خداوند گفت من همان عیسی هستم که تو بدو آزار میرسانی. برخیز و بر پای خود بایست، من به تو ظاهر شدم تا تو رو خادم و شاهد خود گردانم، تا بر آنچه در آن مرا دیده ای و بر آنچه در آن به تو ظاهر خواهم شد شهادت دهی. من تو را رهایی خواهم بخشید از دست قوم خودت و از دست غیر یهودیانی که تو را نزدشان میفرستم، تا چشمانشان را بکشایی، تا از تاریکی به نور و از قدرت شیطان به سوی خدا بازگردند، تا آمرزش گناهان یافته در میان کسانی که با ایمان به من مقدس شدند نصیبی بیابند. رویای آسمانی را عیسی مسیح خداوند داره به کسی میده که چند لحظه پیش بزرگترین دشمن کلیساست. من دعا میکنم خداوند چنین رویاهای امروز به دشمنان، بعضی از دشمنان انجیل در کشور عزیزم ایران بده. پولس رویای آسمانی پیدا کرد، با تمام وجود به دنبال آن رفت، هر بهایی را برای رسیدن به این رویا پرداخت کرد و اسم او در تاریخ به عنوان بزرگترین رسول خداوند ما عیسی مسیح ثبت شد. ما به پولس به عنوان پیروان مسیح خیلی بدهکاریم به خاطر جانفشانیش برای رسیدن به رویای آسمانی که از خداوند دریافت کرده بود. پتروس رسول، سخنگوی حواریون عیسی مسیح، کارهای بزرگ انجام داد، روی آب راه رفت، خیلی ها را شفا داد، ولی بعدن اشتباه کرد و سه بار خداوندش عیسی مسیح را انکار کرد، ولی بعدن با تمام وجود از صمیم دل توبه کرد و مسیح فرصتی دیگر به پتروس بخشید و نام او جزو بزرگترین رسولان عیسی مسیح در تاریخ ثبت شد. او کسی بود که در روز پنتیکاست، روزی که روح القدس بر 120 نفر نازل شد، ایستاد و موعظه کرد و چنان موعظه‌اش تحت تأثیر مسح روح القدس بود که 3000 نفر ایمان آوردن. بعد از چند روز تعداد به 5000 نفر رسید. خداوند از پتروس برای کارهای بسیار بزرگ استفاده کرد و دو رساله‌ای که نوشته، رسالاتی که صدها میلیون نفر تا حالا از اون برکت یافتن، و در این حال کاری را کرد که اولین کس بود. ایشون اولین کسی بود که انجیل عیسی مسیح را به غیر یهودیان، به امتهای غیر یهود رساند در خانه کورنلیوس. همه ما غیر یهودیان مدیون پتروس هستیم برای دریافت رویای آسمانی. دعای من این است برادر و خواهرم که رویایی که شما و من از خداوند دریافت میکنیم باعث برکت هزاران هزار و چرا خیلی بیشتر از اون بشه. یوسف رویا داشت، پسری 17 ساله بود و چوپان. بعضی از برادرانش خیلی گناهکار و شریر بودن، ولی یوسف خوابها دید، خوابهای او رویاهایی بود که خداوند بهش داد، و برای اینکه با تمام وجود دنبال اون رویاها رفت، حتی خیانت برادرانش بهش و تمام زحمتایی که از اونا گذشت، اتهامای بیجا که به او زدن، هیچ کدام روش اثر نذاشت، دنبال رویا رفت و یه پسر 17 ساله چوپان بعد از چند سال به یکی از قوی ترین، شاید قوی ترین مرد آن زمان تبدیل شد. و خدا میدونه چند نفر را، صدها هزار نفر را در زمان قحطی از مرگ حتمی نجات داد. رویایی از خدا دریافت کرد. آیا از خداوند رویا دریافت کردی؟ خداوند فرق نمیذاره. اگه به پولس رویا داد، اگه به یوسف رویا داد، اگه به پتروس رویا داد و به خیلی ها رویا داده، به تو هم میتونه رویا بده. من هر موفقیتی در زندگی داشتم ربطی به من نداشته، به خاطر رویاهای آسمانی بوده که خداوند به من داده، و تنها نقش من این بوده که خداوند را نمیخوام از رویایی که به من دادی سرپیچی بکنم. برای اینکه رویای آسمانی پیدا کنی
یکی از شرایطت اینه که چشاتو به دنیای امروز باید ببندی. یکی از دلایل این که بعضی ایمانداران و حتی خادمین رویای بزرگی پیدا نمی کنن اینه که انقدر مشغول این دنیا هستن، نگاه می کنن که هیچ وقت دید اونها باز نمیشه به دیدن رویای آسمانی، چون با اون چیزی که می بینن راضی هستن. بایستی وقت داشته باشی در حضور خدا، بعد بخوایی که خداوند به تو رویای آسمانی ده. در هوشعی نبی باب 12 آیه 10 می خونیم: من با انبیا سخن گفتم، رویاها را افسون ساختم و به واسطه انبیا مثلها آوردم. خیلی آیه زیباییه. خداوند با انبیا سخن میگه. من میخوام جزو کسانی باشم و دعای من اینه که بیننده عزیز، برادر و خواهرم، تو جزو کسانی باشی که خدا با تو سخن بگه بی واسطه، توسط کلامش در عمق قلبت با تو سخن بگه و رویاهای تو را نکمتر بلکه افسون بسازه. چون زمانهایی بوده در تاریخ قوم خدا که خداوند رویایی به کسی نداده، چون رویا فقط به کسانی داده میشه که پاک زندگی میکنن و میخوان که خداوند را خدمت بکنن. در یوئل نبی باب 2 آیه 28 پیشگویی شده. کتاب یوئل خیلی کوچیکه، ولی اون پیشگویی که شده خیلی مسئله مهمیه و در اونجا میخوانیم: پس از آن خدا میگه روح خود را بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت، پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد، پیرانتان خوابها و جوانانتان رویاها خواهند دید. برادر و خواهر فارسی زبانم، ایرانی، افغان، تاجیک، هر جای دنیا که هستی، خداوند میخواد به تو رویای آسمانی بده. طوری زندگی کن، طوری در حضور خدا تشنگی روحانی داشته باش که خداوند ببینه تشنگی تو را و به تو رویای آسمانی بده. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 میبینیم که این پیشگویی انجام شد، روح خدا بر 120 نفر نازل شد و اونا رویای آسمانی پیدا کردن و این 120 نفر و بعدن کسانی که بعد از اونها آمدن دنیای ما را دگرگون کردن. خدا را شکر که در اون روز پنتیکاست در بین اون 3000 نفری که ایمان آوردن، بعضیاشون از ایران بودن، ایلامی ها، ماد ها و پارت ها، پارس های امروز، ایلامی های امروز و کرد های امروز. در همون روز اول تأسیس کلیسا، دعای من اینه که کلیسای ایرانی در ایران و سراسر جهان مردان و زنان رویا باشه. اگر رویا خداوند به تو داده، عجله نکن. بعضی وقت فکر میکنیم یکی دو روزه بعد اون رویا انجام بشه. بله، ممکنه یک زنی بخواد رویا داشته باشه، بچه دار بشه، ولی بدونید که 9 ماه طول میکشه. خیلی روزهای سختی خواهد داشت، ولی بچه میاد و چقدر شادیه. در حبقوق باب 2 آیه 3 میگه: زیرا زمان مقرر برای تحقیق رویا هنوز نرسیده، ولی به سوی مقصد میشتابد و قاصر نخواهد اومد. اگرچه به طول انجامد، منتظرش بمان، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. چرا؟ خدای ما هیچ وقت تأخیر نمی کنه. خدای ما همیشه آمین، راست و درسته. من دعا می کنم برای تو خواهر و برادر عزیزم که در قلب تو یه اشتیاقی بیاد برای پیدا کردن رویای آسمانی. این صحبت را هفته آینده ادامه خواهم داد. خداوند برای برادران و خواهرانم که این برنامه را نگاه می کنم، دعا می کنم که اونا را تشنه و تشنه‌تر بکنی برای پیدا کردن رویای آسمانی. بذار کلام تو رو بخونن و ببینن دیگران چطور رویا پیدا کردن تا اشتهای اونها باز بشه. در نام خداوند ما عیسی مسیح، آمین.